امبرالی نوشته کنت گوبینو گوبینو کیست؟ این نویسنده فرانسوی جوزف دو گوبینو نام دارد و درباره او کتاب های بسیار نوشته شده است در همین سالهای اخیر یک خانم سوئیسی که میتوان گفت جوانی خود را به تحقیق در احوال گوبینو مصروف داشته است و من افتخار آشنایی با ایشان را دارم کتاب مفصلی در 668 صفحه درباره تکفین اندیشه گوبینو انتشار داده است. گوبینو نویسنده و رجل سیاسی معروف فرانسوی یک سال پس از انقراض دولت ناپلئون در سال 1816 میلادی به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات مقدماتی در مدرسه نظامی معروف سنسیر به فرا گرفتن فنون نظامی مشغول شده اما چندی بعد این مدرسه را ترک گفت و به مطالعات و تحقیقات همت گماشت که با طبع کنجکاو و ذوق فطری او سازگار بود مدتی نیز در آلمان مشغول تحصیل بود و با خاطری مفتون به ادبیات و صنایع ملی آلمان به فرانسه بازگشت در حق نوشته نوشتهاند که از همان کودکی شیفته مشرق زمین شده بود و با ذوق حتر تمامتر قصه های هزار و یک شب را میخواند و باز میخواند و روزی که از طرف وزارت امور خارجه به او خبر دادند که به همراهی وزیر مختاری که امپراتور فرانسه ناپلئون سوم به ایران میفرستاد به مأموریت رسمی ایران باید برود برای او روز ای به شمار آمد این خبر در واقع تحقق آرزوی تمام عمرش بود وی با هیئت سیاسی که آزم ایران بود در 1855 میلادی از بندر مارسی حرکت کرد و پنج ماهی در راه بودند و پس از مسافرت دور و درازی سرانجام به تهران رسیدند چهارده ماه پس از آن چون وزیر مختار فرانسه به پاریس برگشت او کاردار یعنی شارژ دفر گردید و یک سال و نیمی با این سمت در تهران انجام وظیفه نمود و در بهار سال 1858 میلادی مأموریتش پایان یافته به فرانسه مراجعت نمود پس از برگشت به وطن خود کتابی درباره مسافرت‌های خود تعلیف نمود که سه سال در آسیا عنوان دارد گوبینه امیدوار بود که باز روزی به ایران برگردد ولی سه سال پس از سفر نخستین امپراتور فرانسه ناپلون سوم او را با سمت وزیر مختاری از نو به ایران فرستاد این مرتبه وی مدت دو سال در ایران به سر برد و در این مدت تحقیقات و مطالعات خود را با کنجکاوی عجیبی که آثار آن در پروندهاش در دانشگاه استراسبورگ باقی است درباره تاریخ ایران و خصوصیت ملی و اجتماعی و مذهبی و پاره ای از رسوم و عادات ما تکمیل کرد و چون دوباره به اروپا برگشت به تعلیف کتاب های مفید تازه ای در باری مملکت ما همت گماشت یکی از کتب بسیار مفیدی که وی درباره ایران نگاشت ادیان و فلسفه های آسیای مرکزی عنوان دارد که در سال 1865 میلادی انتشار یافت. از خصوصیات این کتاب مطالبی است که معلف درباره طرز دینداری ایرانیان و تصوف و ظهور باب و علل خصوص تعذیه در ایران آورده است. گوبینه با تحسین عظیمی از تعذیه سخن میداند و آن را از تراجدی های یونان قدیم بهتر و موثرتر می شمارد. گوبینه در همین کتاب نسبتاً به تفصیل درباره ظهور باب و شیوع مذهب او و انقلابات و زد و خوردهایی که میان طرفداران این مذهب تازه و مخالفانشان روی داد و کشتار پیروان باب و همچنین از آثار پیشروان این فرق بحث کرده است و چون نخستین مأموریت وی در ایران در حدود پنج سال پس از قتل سید محمد علی باب بوده است و ظاهرا اولین کسی است که درباره جزئیات این واقعه و تقیان و زد و های پیروان باب با قوای دولتی و سوء قصد بابی بر جان ناصر دین شاه قاجار بحث کرده است کتاب او در این خصوص از جمله منابع اساسی گرانقدر به شمار می روید. کتاب دیگری که گوبینو درباره مملکت ما تعلیف نموده کتاب بزرگی است که تاریخ ایرانیان عنوان دارد معلف در این کتاب به تحقیقات مخصوصی درباره تاریخ باستانی ایران و تطبیق بین تاریخ واقعی و تاریخ روایتی و اساطیری شاهنامه پرداخته است که ارزش مخصوصی دارد ولو جنبه علمی ثابتی هم نداشته باشد از بسیاری جهات قابل توجه است قنبرعلی افسانه نیست حکایت های آسیایی گومینو پس از آن که بار دوم از ایران به اروپا برگشت و سفیر کبیر فرانسه در سوئد گردید در مدت چهار سالی که در آن کشور به سر می برد کتاب بسیار معروف خود را که حکایت آسیایی عنوان دارد و داستان قنبرعلی از جمله آن داستان هاست نوشت این کتاب مشتمل بر شش داستان شیرین که به بسیاری از زبانها ترجمه شده است و شهرت بسزایی پیدا کرده است. این داستانها به عنوان افسانه های آسیایی به ترجمه میم عباسی در سال 1333 در تهران چاپ شده و با همین عنوان به ترجمه آقای عبدالحسین میکده هم در تهران یک بار دیگر انتشار یافته. راغم این سطور دو داستان را از آن کتاب ترجمه کرده است که یکی از آنها تحت عنوان جنگ ترکمن و دیگری همین داستان است که با عنوان قنبرعلی جوانمرد شیراز سابقا در روزنامه بهار ایران به چاپ رسید داستان دیگری از حکایت آسیایی با عنوان اشاق قندهار به ترجمه محمد ابن مهدی صدر هاشمی در سال 1324 در اصفهان به چاپ رسید قنبرالی افسانه نیست آنچه لازم است در اینجا به اطلاع خوانندگان برسانم نکته مهم زیل است در جلد دوم از سه سال در آسیا از تعلیفات گوبینو که ذکر آن گذشت در فصل پنجم که اختصاص به خلقیات و روابط اجتماعی مردم ایران دارد در جایی که از اهمیت توسط یعنی واسطه قرار دادن پارتی بازی و بست نشستن صحبت می دارد در ایران داستان واسطه شدن نقش مهمی دارد و چون این اظهار نظر می کند در امور مالیاتی و در بسیاری از امور دیگر در ایران گفتگو بسیار به عمل می آید و از طرف این آریونه فراوان تکرار می شود و از چه بسا که کار به تهدید و فخش و دشنام می کشد ولی سرانجام 99 درصد با هم کنار می آیند. و به یک سلس از سه سلس ادعا معامله پایان مییابد گوبینو سپس از رشوه و پیشکش و بخشش و بست نشستن و اف صحبت میدارد و مطلب را به اینجا میرساند که سه سال پیش از این در تهران جوانی به نام رجب از اهالی تبریز که سینه که همیشه مست عربد جویی بود و سابقا هم در ضمن زد و خورد یک لوتی نامداری را به قتل رسانیده بود شبی از شبها که مست و لول از راستا بازار میگذشت به دست پلیس گرفتار شد و از او جریمه مطالبه کردند و حتی صحبت از چوب و فلک هم به میان آمد رجب در صدد فرار برآمد و سعی داشت گریبان خود را از شنگ سرگزمه ها برهاند و اتفاقا با آخوندی مواجه کردید و خیال کرد که آخوند قصد دستگیری او را دارد و لذا قمه خود را از قلاف بیرون کشید و آخوندک را به یک ضربت به قتل رسانید در همان هیز باز شخص سالسی سر رسید و رجب او را هم به قلف رسانید و توانست خود را به سر یکی از سفارتخانه های خارجی برساند و خود را در آن بیندازد و در آنجا در زیر شکم اسبی که میدانست اسب مخصوص سفیر است نشست و به قول ایرانیان در همانجا بست نشست سفارتخانه و طویلش از جمله جاهایی است که حکم بست را دارد و اهدی حق ندارد کسی را هر کسی باشد از آنجا به زور بیرون بکشد و است که رجب مرتکب قتل شده بود و آدمی نبود که دل کسی به حال او بسوزد ولی قمعش را کشیده بود و قسم میخورد که شکم هر کسی را که بخواهد او را از آنجا بیرون بکشد سفره خواهد کرد تکلیف سفارتخانه شاق شده بود و هیچ معلوم نبود که چه انگشتی خواهد توانست گره را بگشاید سرانجام رئیس پلیس با هزار مقدمه و تمهید توانست با رجب چند دقیقه بسیار محرمانه و با صدای آهسته که احدی نشنود صحبت بدارد و رجب را متقاعد ساخت که اگر خودش به صرافت طبع بدون که کسی خبردار نشود و سر و صدا راه نیفتد از بست بیرون بیاید از تقصیرش خواهد گذشت و اهدی متعرض او نخواهد گردید رجب بیرون آمد و اش کردند و محاکمه به سرعت انجام یافت و حکم صادر شد که او را به رسم معمول سر ببارند یعنی او را با دست و پای بسته تاق باز بخوابانند و میرغضب با دست چپ سر او را بلند نموده با دست راست به یک ضربت کارت از تن جدا نماید به رجب اطمینان داده بودند که چند تن از معتبرین بازار پول خون او را خواهند پرداخت و شاه او را خواهد بخشید به خصوص که کسی به دست رجب در موقع فرار به قتل رسیده بود طلبه بینامونشانی بود از اهالی اصفهان که کسی او را نمی و اهدی طلب پول خون او را نکرده بود قرار شده بود که وقتی او را برای سربریدن میبرند شاه در سبز میدان که اهل شهر برای تماشا در آنجا جمع شده بودند او را ببخشد اما رجب وقتی دید کت او را از پشت بسته و در میان گروهی از سربازهای مسلح و پلیس دارند به طرف میر غضب میبرند تصور کرد که او را فریب داده و به زودی سر از تنش جدا خواهد شد دست از جان شسته به محض اینکه چشمش به ناصر شاه افتاد بنای فخش و دشنام را نهاد و همین گستاخی او باعث شد که آن همه تمهید و مقدمات بی حاصل گردید و به اشاره شاه او را به جزای خود رسانیدند این داستان رجب بود و اکنون میرسیم به داستان قمبرالی گوبینو در دنبالی همین مطلب به طور خلاصه چنین نوشته است در شهر تهران قمبرنامی به شغل فراشی مشغول بود جوان بود و خوش لباس و آب رنگی داشت و با آنکه هیچگاه کمربندش از کارد و قمه و قدار خالی نبود طبعا بقایت ترسو بار آمده بود روزی از روزها که با هم قطاران در نزدیکی چادر فراش باشی سرگرم شوخی و بازی بود به رسم شوخی کاردی را از دکان قصابی برداشت و حریف خود را به آن تهدید کرد طرف نیز از همان دکان سنگ سنگینی از سنگهای ترازو را برداشت و به مقاومت پرداخت اتفاقا پای قنبرعلی لغزید و کارد به شکم طرف نشست و آبگاهش را درانید و خون فواره زد این جوان علی نام داشت و مدتها بود که مبتلای مرض قلب و سینه بود و سخت لاغر و نحیف شده بود در هر حال ضرب کارت کارگر آمد و علی دو سه روزی بعد درگذشت پدرش از دست قنبر آرس شد و گفت یا باید قاتل را به او تسلیم نمایند تا به قصاص خون پسرش خون او را بریزد و یا به رسم پول خون باید دیویست تومان پول رایج ممالک محروسه ایران را بپردازند قنبر که در هفت آسمان یک ستاره نداشت فرار کرد و در حضرت عبدالعظیم در جنوب تهران بست نشست سر و صدا بلند شد و به گوش شاه رسید و روزی که شاه و مادرش و صدر اعظم به زیارت حضرت عبدالعظیم آمده بودند چشم شاه به قمر افتاد و دلشان به حال جوانی و حسن جمال او سوخت و در صدت خلاصی او برآمدند ولی قمر که می تحصید قصدشان فریب دادن او باشد حاضر نمیشد از بست بیرون بیاید دوستان عزیز من دنبالی مقدمه رو نمی برای اینکه کل داستان رو بیمعنی خواهد کرد اگر بخونم همه پایان قصه رو خواهند دونست اما یک عبارت دیگر هم میخونم و مقدمه رو به پایان میبرم مقدمه رو من بسیار کوتاه کردم کسانی که هنوز مزیه چلو کباب رستوران لغانته در تهران در زیر زبانشان است شاید به خاطر داشته باشند که در تالار بنای آن رستوران که نظامیه نام داشت و در نزدیکی بهارستان و مجلس شورای ملی بنای باصفا و زیبا و معروفی بود در ضمن 84 صورت نقاشی رنگی بزرگ و کوچک از وزیران و سرداران و شاهزادگان و اعیان و سفرای ایرانی و خارجه که به دستور میرزا آقاخان صدر اعظم دوره قاجار نقاشی شده بود و کار میرزا ابوالحسن خان نقاش باشی معروف به سنی ملک ام شادروان کمال ملک است صورتی هم از گوبینو در لباس رسمی وزیر مختار وجود داشت که امروز نمیدانم در کجا گذاشته اند و احتمال می رود در موزه ملی ما در تهران برده باشند مقدمه رو با این توضیح از عکس و این محل به پایان میرسونم حالا شما و داستان قمر علی نوشته کنت دو گوبینو ترجمه محمد علی جمال زاده شیراز معدن لب لع لستوکان حسن من جوهری مفلس از آن رو مشوشم یک قنبر علی پدر و مادر و خانه آنها در شهر شیراز جنت تراز نقاش قلمدان سازی زندگی میکرد به نام میرزا حسن که مردم عنوان خان را هم به دومش می چسبانیدند. شاید که استاد نقاش مستحق چنین عنوانی نبود ولی چون از همون روزی که به خشت افتاد و چنان که در کشور ایران زیاد پیش می آیده. پدر و مادرش فرزند دلبند خود را خان خوانده بودند وی بدون فرمان و دست خط همایونی و یا رخصت و تقرای دیوانی بدین امتیاز سرفراز گردیده بود و در میان اقران بدین نام و عنوان خوانده میشد میرزا حسن خان که خود را سر و پیازی میپنداشت بدون آنکه خم به ابرو بیاورد عنوان مستطاب خانی را به خود خرید و چنانچه احیانا او را سرکار خان و یا جناب خان هم خطاب میکردند ابدا به روی بزرگواری خود نمی آورد افسوس و صد افسوس که کاروبار که اوضاع و احوال و روزگار حالی و مالی استاد نقاش با چنین عناوین آبدار و القاب تابداری جور نمی آمد استاد در نزدیکی بازار امیر که در آن تاریخ هنوز زمین لرزه ارکان آن را ویران نساخته بوده در یکی از آن کوچه های تنگ و تاریک و کج و معوج شهر خانه ای داشت که اگر نخواهیم آن را کثیف و ادبار بخوانیم به هر جهت به قایت محقر و درویشانه بود و در حقش میتوان گفت که از قربالی بزرگتر نبود این خانه که مانند عموم خانه های ایران منفذ و پنجره ای به طرف کوچه نداشت در کوتاه و چنان پستی داشت که بدون دولا شدن عبور از آن آسان نبود همین که از چنین دری رد می شدید وارد حیات چهار گوشه ای می شدید که هشت زر در هشت سطح مساحت داشت و حوزی که بوی خوشی نداشت و می توان آن را متعفن خان در میانش بود یک درخت نخل لاغر و بیدزده ای هم که دل انسان به حالش می سوخت در آن کنار قد کشیده به زور گردن دراز و زار و نظرش را به لب بام رسانیده بود و یک جاروب فراشی را به خاطر می آورد که ریش و پشمش ریخته و تنها دسته خوشیده و چوب قدی شکل آن به مانده باشد خانه خان دارای چهار اتاق بود که سقف دوتا از آنها مدتی بود فرو ریخته و به همان صورت باقی مانده بود و از اتاق سوم هم بیش از نیمی باقی نبود خانو همسرش بیبی بی جان خانم و پسر بچه آنها قمبرلی نام همه با هم در همین اتاق چهارم زندگی می کردند. این اتاق در واقع حکم اندرون را داشت و سرکار خان دوستان و رفقای خود را در همان اتاقی که نیمی از سقفش فرو نشسته بود و حکم بیرونی را پیدا کرده بود پذیرایی می نمود و به این ترتیب میهمانان گرامی را در چنین بیرونی دنج و دلگوشا که خانه در مجنون را به خاطر می آورد در این حال از زمت بیدریق آفتاب و لذت دلپسند سایه هر دو برخوردار می ساخت. حالا دو کلم هم درباره بیبی جان خانم بشنوید بیبی بی جان زنی بود تا دلت بخواهد دمساز و سازگار و چنان سرجور و دلجور و همراه و موافق که حد و حساب نداشت اما وای به وقتی که سر به سرش می گذاشتم. وای به وقتی که خدایی نخواسته دانش را برای شکایت از در و همسایه باز میکرد. اما از وقتی که صبح زمانی که آفتاب تیغ میزد به همام میرفت و کلاغ پر شام از آنجا بیرون می آمد. وای به وقتی که درباره شوهرش حرف دو پهلویی به گوشش می رسید و مثلا یک نفر از زنان در و همسایه در همه به گوشه و کنایه می رسانید که دل شوهرش میرزا حسن خان می شنگد و سر گوشش می جنبد و از شرانی زیاد بدش نمی آید. آن وقت دیگر مسلمان نشنود کافر نبیند به محض مراجعت به خانه بی بی جان به جان خان می افتاد و تگرگ فوه شد اشنام و چه بسا شلیک ضرب و لطم و خراش بر سر و نقاش مادر مرده باریدن می گرفت همه می دانستند که در سر تا سر خطه فارس هیچ زنی در استعمال حربه قتال لنگ کفش به قوزک پای بیجان نمی رسید با قوتی تصور ناپذیر نوک این سلاح هولناک را در مشت می گرفت و با پاشنه و نعل میخدار به جان نقاش و یاور می افتاد و تا جان داشت میزد و تا میخورد میزد و تا وقتی که سر و دست شوهر را خونین و مالی نمی دید دست بردار نبود که نبود خاک شیراز همیشه گل سیراب دهد لاجرم بلبل خوشگوی دگر بار آمد بخش دوم زن و شوهر و روزگارشان بی, بی جان خانم را هنوز درست به جا نیاورده اید درست است که تنها فکر و تصور چنین همسر و کیفیاتی که داشت را بر بدن آدم سیخ می سازد و از حول و حراسش گرده فیل دمان تیر می کشد ولی پنهان نماند که با این همه میرزا حسن خان و بیبی جان خانم زن و شوهر کاملا یک دل و یک جهتی بودند و بیبی هم روی هم رفته در هر هفته بیش از دو بار دست به لنگ کفش آشنا نمی ساخت و الا از این گذشته چون دو مغز در یک بادام مهربان و همداستان بغل دل یکدیگر می نشستند و گل می گفتند و گل می شنیدند و فارغ البال و با آسودگی خیال هرچه تمام تر در عالم وفا و صفا قلیان تنباکوی حکان سرد شیرازی دود می کردند به صدای دلنواز کمانچه تصنیف های پرقنج و دلال شیراز را می و از عمر زندگانی خود لذت کامل می بردند. افسوس که سر کار میرزا حسن خان از کسادی بازار و وضع روزگار ناسازگار و زمانه قدار دل خوشی نداشت و حالا هم که خودمانیم حق هم به جانب او بود در نتیجه همین احوال ناگوار مرد بیچاره چه بسا از راه اجبار و اضطرار اسباب و رخت و لباس خود را و حتی گاهی از آن همسر مهربان خود را هم برای تدارک و آب و نان و علل خصوص برای تهیه لوازم عیش یعنی شیرینی و شربت و آجیل و شراب ناب خلر و عرق بی همتای اصفهان و جلفا گرو بگذارد خانه نقاش در این امر اعتقاد راسخ داشت که باید به توصیه شیخ شیراز عمل نمود که فرموده است خانه دوستان برو و در دشمنان مکوب و به محض اینکه کار بالا می گرفت و کار به استخان می رسید و حتی در خانه دوستان را هم به روی خود بسته میدید و زمنان شن خود را نیز بالاتر از آن عجل میدید که به قول قلندرانی که گفتند گدایی بکن تا محتاج خلق روزگار نشوی عمل نماید اندرز توصیه دیگر شیخ بزرگوار را آورنده ی گوش هوش قرار میداد که فرموده چون فرومانی به سختی تن به اجزن مده دشمنان را پوست برکن دوستان را پوستین وی بین دوست و دشمن قائل به تفاوتی نبود و دست رد به سینه اهدی نمیگذاشت. از کسبه و دکاندار مسلمان که آنها را حبیب الله میخواند گرفته تا شراب فروش ارمنی و عرق فروش اهل محله تا جایی که تیرش تیر خورداشت داشت میزد و از توسط جستن به هر کس و ناکسی عبا و امتناعی نداشت اما حیف و صد حیف که روز به روز از اعتبارش میکاست و تیغش از برایی افتاده به کندی میگرایید آن وقت بود که فرش و لباس و خرتوپرت و دار و ندارش تکه به تکه به گرو میرفت و دوره ادبار و نهوست دوش به دوش با افلاس و رسوایی فرا می رسید. اما آمدیم و برعکس بخت یار و طالع مددکار بود. سرکار میرزا معامله انجام داده بود و پول و مولی در دستگاهش پیدا میشد. آن وقت دیگر بیا و تماشا کن که این زن و شوهر یک بار تغییر ماهیت داده خدا را بنده نبودند. و جناب فضائل معاب استاد نقاش باشی و سرکار اسمت و افت پناهی بیبیجان بی جان بیدرنگ بدان اصل متین و قاعده استواری که از همان آغاز عهد همسری در هجله زفاف اختیار کرده بودند عمل می کردند. یعنی پولی را که خدا رسنده بود به سه سهم مساوی تقسیم می کردند. یک قسمت را به مصرف ایشانوش فوری میرسانیدند و قسمت دوم را برای خرید رنگ روغن نقاشی کنار میگذاشتند و با سهم سوم چند تکه از مایحتاج ضروری خود را از گرو در می و یا مقداری از بدهکاری های عقب افتاده خود را می پرداختند هرچند این شق اخیر بسیار نادر بود و خیلی کم اتفاق می افتاد. در تحقیق و تدقیق و وارسی اسباب و علل این احوال پرملال نباید زیاد موشکاف شد و مطلب به خشخاش گذاشت پاره ای از اشخاص ولنگار و چانه لغه از سر تهمت و افترا بنای غیبت و جاج خواهی گذاشته میگفتند که گشادی و بلخرجی شوهر و دل و آب زنی زوجه اش مایه پریشانی حال و زندگی آنها می باشد ولی به حرف مردم بدخواه که طبیعت اغرب دارند و بی جهت از نیش زدن خوششان می آید نباید گوش داد و شکی نیست که علت اساسی و سبب عمده خرابی کار میرزا و ایالش همانا بی علاقگی اهل زمانه به هنر و فضل و کمال بود که خزف را از گوهر نمی و مقام و منزلت استاد زبردستی مانند جناب میرزا بر آنها مجهول بوده و قافل بودند که چه گوهر شب چراقی دست تقدیر به چنگشان انداخته و قدرش را نمیدانند. جناب نقاش که با یک بغلی عرق و دو سیر گوشت مازو و یک نعلبکی دنبلان کباب و نیم سیر تخمه هندوانی بوداده دنیا را سیر میکرد. و سلای عیش و اشرت میداد و با یک خروار غرور و سرفرازی فرمان صادر میکرد که خوش فرش بوریا و گدایی و خواب امن کین ایش نیست روزی اورنگ خسروی به محض آنکه یک شب کسب و کار حسابی نکرده بود و دست خالی به خانه برمیگشت و اسباب عیش و نوش کوک نبود گویی غم و هم دنیا را در کشکول دل ما تم خالی کرده اند. بیا و ببین که چگونه اخم و تخ می کرد و دیگر صدایش برای قربان صدق رفتن همسر با وفایش به گوش نمی رسید و مانند بسیاری از هموطنانش که شوق و رغبت سرشاری به گله و شکوه و روزخانی و ناله و زاری دارند سر را به روی دست قریبی و بیکس و کاری تکیه میداد. و در الله اکبر شکایت را میگشود و چنان که گویی تمام ابیات همشهری خود حاج پز شیراز را که لحن بسل شکوا دارد دست چین کرده و از حفظ نموده باشد به روی دایره میریخت و نگاه را به بطری خالی میدوخت و چین بیشتری به پیشانی پرچین می آورد و جلو آه آتشبار و سوز ناله شبگیر را ول می کرد و بیا و ببین که کلپه پرجوش و خروش جناب میرزا کم این دیشب حکم منزل عروسی را داشت امشب چگونه بیت الاحزان گردیده و غم غصه دنیا را در آن سرازیر ساختهاند بیبیجان خانم به صدا در میآمد که مرد چرا عذا گرفتی مگه کشتی مال و تجارت قرق شده مگه هفت قرآن به میون زبونم لال خبر مرگ یک تا فرزند تو آوردن دلم رو خوردی این همه آه و ناله برای چه کار دست خداست یک روز میرسونه یک روز نمیرسونه برو شکر کن که سلامتی و مانند من زنی داری که قمخارته و به این آسونی ها مثل مانندش پیدا نمیشه صدای حزنانگیز و در هم شکسته شوهر بلند میشد ای زن که عقل ضعیف تو ضعیفه به کجا میرسد تو از بوغ سگ تا غروب آفتاب مثل مورچه سوادی تو این سلدونی میچرخی و میپلکی و از دنیا بیخبری من ویچارم که باید بسوزم و بسازم و هر ساعت جونم به لبم برسه و ورد زبانم روز و شب این باشه که چون خاک را پس شدم همچون باد و باز تا آبرو نمی رودم نمیرسد نمی رسد. تو از کجاش خبر داری من فلک زده که ز جام قم می لعلگون که میخورم خونه است من مادر مردم که هر دم آید غمی از نو به مبارک باودم و من بخت برگشتم که مدام میگم و به گوش احدی نمیره که هر دم از درد به نالم که فلک هر ساعت کندم قصد دل زار به آزار دگر تو کنج مطبق تپیدی که ما باید روی اجاق سر نره و یا گربه گوشتو نخوره و از کجا میدونی که دنیا چه روحا و چه نشیب و فرازها داره و من چه خون دلی باید بخورم من که زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس تو لچک پسر کجا شدیدی که من از دست این مردم بی پدر و مادر که خرمهره رو با دور برابر میکنند و زبان خر نشناسند نطق ایسارا چه میکشم؟ پس از یک عمر شریک زندگی من بوده ای باید دستگیرت شده باشه که شوهرت چگونه آدمیه و آبرو رو از جان عزیزتر می داره پیپاره ای نمی کنم از هیچ استخوان تا صد هزار زخم به دندان نمی رسد خدا گواهد به مرگ یک تا فرزندمون که جام قمه لعلی که می خورم خون است من اگه خودمو و عمو بیغم نشون میدم زورکیه و صورتمو به ضرب سیلی سرخ نگه میدارم و الا هردم آید غمی از نو به مبارک بادم با و همان خدایی که چیزی بر اون پنهان نیست و حاجت موری به علم غیب نداره در بن چاهی به زیر سخره سما که هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت کندم قصد دل زار به آزار دگر تا کجا شدیدی؟ من همون خم می هستم که خون دل میخورم و میجوشم ولی مهر بر زبونم زدم و منتظرم ببینم حال خون این دلان که گوید باز و خوب میدونم که در این دنیای لعنتی که سگ صاحبشو نمیشنسه کسی به فکر کسی نیست و باید سوخت و ساخت دل بی, بی جان خانم مثل شیشه نازک است طاقت شنیدن این حرف ها را ندارد به حق حق می افتد و اشکش مثل ناودان روان می گردد و او نیز با شوهر هم آباز شده بنای رنج موره را میگذارد و صدایشان در هم می افتد که حال خونین دلان که گوید باز و دست به گردن یکدیگر دیگر می و با همه سال دو طفلان مسلم می شوند و میرزا که معلوم نیست این بیت را از کجا و از کی شنیده و به خاطر سپرده است کلمه به کلمه در دهان همسرش میگذارد و با هم دمش را میگیرند که دونان نمیدهند به کس نیم لغم نان یارب چونان مباد زدونان به غیر نام خاک شیراس همیشه گل سیراب دهد لاجرم بلبل خوشگوی دگر باز آمده بخش سوم رجزخانی نقاش باشی در آن اوقات بازار قلمدان بقایت کساد بود و مجری و جعبه و قوطی نقاشی خریداری نداشت و متاسفانه جلد چرمی کتاب منقوش هم دیگر چندان باب و مرسوم نبود و از طرف دیگر هم بدبختانه چون که رسم روزگار است کسان بیهنری که بوی نقاشی به دماغشان نرسیده بود به اسم عنوان نقاشی قاب آینه های بیشکل و قواره ای را که الحق از حیث نقش و رنگ و طراحی شرماور و ننگین بود با بیسلیقگی هرچه تمام تر ساخته و رنگ روغن رسوایی بران زده و به قیمت بخص به مردم از خود بیخبر جا می زدند و چنان اسباب شکست بازار هنر واقعی و متاع با ارزش شده بودند که گفتی باور کردنی نیست وقتی این نوع افکار قمفزا بر خاطر آتر رفیق هنرور ما راه میافت آه از نهادش برمی و دود از کلش برمی و زبان به شکل می و میگفت آه از این جور و تطاول که در این دام هست است و از ستم روزگار جفاکار مینالید که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست و با خود میگفت آیا می توان منکر شد که امروز در این شهر به جز من احدی باقی نمانده که در این فن به شیوه استادان مشهور شیراز رنگامیزی رو اساس فن بدونه آیا میشه برای من در این شهر تا و نظیری پیدا کرد من از نقاش های اصفهان که تمام هم خود رو به نقش و نگار مصروف میکنند به درجات بالاترم و نه فقط در عالم نقاشی در عالم عدیل و همسنگی ندارم بلکه هیچ یک از نقاشان این عصر و این دوره به قوزک پام نمی و شایستگی شاگردی منو ندارم، همه می دونن که من حق دارم بگم که مانی نسخه میخواهد خواهد زنو که مشکینم مرغی که از زیر قلم من در میاد چون جاندار و زنده از کادم دلش میخواد بگیره و در قفس بیندازه گل سرخ و زنبقی که امضای میرزا حسن خان رو داشته باشه به اندازه ای با تراوت و تر و تازه است که پنداری جاله از اون میچکه فریاد از اون فندقی که من نقاشی میکنم که به راستی میشه شکست و مغزش رو خورد اما از اون انجیرهای شادابم که مستاق تین و زیتون و آیت اعجاز و کرامت حقیقیه اگر رافائیل نقاش زنده بشه و صورتی رو که از روی پرده اون کشیدم تماشا کنه انگشت تعجب به دندان خواهد گزید و قلمو در آتش خواهد انداخت و تصدیق استادی منو خواهد نمود و اعتراف خواهد کرد که دماغ حضرت مریم از را و پای حضرت مسیح و بالخصوص اون دسته صندلی رو از این بهتر و زیباتر نمیشه عذاب درورد و به مهارت بی نظیرم ایوالا و دست مریزت خواهد گفت و انگشتام رو خواهد بوسید و از سر خضوع و خشوع خواهد گفت ما رو به کجا میبرند ما سگ کی هستیم که خاک پای تو رو در فن نقاشی به دیده بکشیم نمیدونم چون من صورتگری که بدون پرگار دایره ای میکشم که از دایره گردون مدورتره چرا باید مدام با غم و هم شریک و انیس و مونس باشه چرا به صد غم و حسرت سپهر دایر شکل مرا چه نقطه پرگار در میان گیرد ضمنا نباید فراموش نبود که نه تنها میرزا حسن خان دارای چنین عقیده و اندیشه ای در حق خود بود بلکه قاطبی شیرازیان با دانش و بینش و اصحاب فضل و کمال و ارباب ذوق و حال هم مقام او را ارجمند میدانستند و برعکس مردم عوام بازاری بی سر و پا و یک تا قبا که در سر هر معامله جزئی سر جناب میرزا از شدت چانه زدن و آریو نگفتن و چون و چراهای ابلهانه تراشیدن به درد می آوردند پیوست قدر و قیمت او را میفهمیدند و میدانستند و بهایش را چنانکه شاید و باید می پرداختند. شخص شخیص حکومت پناهی حضرت اشرف امجد امنع، والا شاهزاده والاتبار، حکمران کل نیز، هرچند زمان یک باری آلی جاه میرزا حسن خان را با سفارش قلمدانی یا انفیدانی بین الاقران و اماسل مفتخر و سرفراز میفرمود از او گذشته اشخاص معتبر و عالی مقام شهر و از آن جمله حضرت حجت الاسلام و المسلمین و آیت الله فلعرزین حضرت امام جمعه که ملجع انام و مرجع مسلمانان بود و ها کذا وزیر یالت و شاطر باشی محال بود قلمدانی بر شال خود بزنند که دارای امضای نقاش سرتاپا هنرمند ما نباشد و واقفان رموز و کاشفان و اسرار شب و روز خوب میدانند که همین نکته برای اثبات مقام و منزلت استاد یکتایی که الحق شهر شیراز و ایالت فارس باید به وجود او به بالت دلیل کافی و برهانی شافی به شمار می آید. حالا این به جای خود ولی آنچه بیشتر مایه تأسف بود همانا بیمبالاتی و مسامحه مشتری ها بود که جنس را درست و سر وعده می بردند ولی در ادای بدهی خود کوتاهی می و حتی اعیان و اشراف و صاحبان ثروت و اعتبار هم در پرداخت بدهی خود تکاهل را جایز می و ادای وظیفه را پشت گوش میانداختند. انداختند. بدیهی که استادی مانند میرزا حسن خان هم شعن خود را بالاتر از آن میدانست که برای مختصر تن خواهی آبروی خود را بریزد و در صدد مطالبه چنین وجوه جزئی و بیقابلیتی برایت تن به رضا داده مدام می نالید و می کرد و چون شامگاهان با دست خالی به منزل بر می گشت قرولند و دشنام های جانانه و سرزنش های همسر را به جان می خرید و ضربات جانگداز لنگ کفش و توسری و بامب های دلخراش را با تسلیم و تمکین خاطر نوش جان می فرمود و صدایش در نمی آمده. بخش چهارم خوشا تفرج نوروز خاص در شیراز که برکند دل مرد مسافر از وطنش تلسم و آرزو اولاد جناب میرزا منحصر بود به پسرک خورد سالی که گرچه هنوز پا به سن رشد و بلوغ نگذاشته بود ولی آب و تاب و جد و رخصارش میرسانید که میوه حسن و جمال در آستین دارد و هر چند هنوز در آسمان سباحت ستاره ای بیش نیست بلاشک روزی خورشید درخشان و بلای دل و دین کافر رو مسلمان خواهد گردید چنین کودک دلفروزی قنبرالی نام داشت و بیبی بی جان خانم او را به حد جنون دوست می داشت پدر قنبرالی مدعی بود که لقب و عنوان خانی حق موروسیه چنین پسر کاکل زری می باشد و از شب و راست به هنگام و را به هنگام او را قمبر علی خان می خواند افسوس که بیبی بی جان خانم زیر چنین باری نمی خواست برود و چنان که افتاد دانید هر روز و هر ساعت به جان نقاش باشی می افتاد که مردک برهنه این چه سنخته یه کمی خوری که ریشو تو نجس میکنی و سمریم نداره خانی سر تو بخوره برو گمشو و خفقون بگیر مردم این شهر به ریش درازت میخندند و دستت انداختند و تو نادان سادل و دلتو خوش کردی که اسمم خانه و حالا میخوای این طوق لعنت به گردن پسر عزیز منم بندازی فیس آوری و شکم خالی لایق ریشت تو مردک یک لاقبا رو به این فلان خوردنها چه کار؟ مگه با شیره گفتن دهن شیرین میشه خاک بر سرت در این شهر تو سر سگ بزنی خان قی میکنه و تو با اون دکوپوز ادبار هزار بار هم خان باشی تازه اهدی برات فاتحه نمیخونه و هیچ کس هم پهن بارت نمیکنه مگه نمی نمیبینی که در کوچه و با بازار این ملک خرابه به قدری خان و شاهزاده و شطور و شپش ریخته که با پارو و خاکنداز باید برداشت صد تا شاهزاده به یک قاز نمی ارزه دیگه چرا رسد به خان و میرزا بارو فکر نان باش که خرباز آب است جایی که شطور بود به یک قاز خر قیمت واقعی ندارد با جیب خالی پوز عالی درد سره بیچاره میرزا سم و بک تحویل می گرفت و انبار می کرد و همسرش ادامه میداد که ای ابله که همه میگن پنیر تو سر تو بذار و بمیر تو خودت هر گلی میخوای به سرت بزن کسی مانع نیست دست تو نمیگیره اما محض رضای خدا و گیس سفید من دست از سر پسر ماه و مامانی من بردار قمبرچان احتیاجی به این دست دیزیا نداره و برای رسیدن به مقام های بالا و صاحب تشخص و اعتبار شدن خدا به اون چیزای دیگری داده که هزار بار از این خانها و میرزاهای زورکی و علکی بهتره این قبل منقلا برای چون تو علاق درازگوش خوبه که اول ما خلق الله کرویه نبری پسر گل گلاب من مگه یادت رفته که هنوز به دنیا نیامده بود و من هشت ماه حامله بودم و نذر کردم که همین که فارغ شدم با پای پیاده به امامزاده قاسم برم خودت هم بهتر از من میدونی که هر کس دستش به ذری این امامزاده برسه و کهنه دخیل به بنده هر مرادی داشته باشه برآورده میشه من مثل تو نیستم که بنشینم و ریش به جنبونم من همون وقتا پیش فالگیر رفتم و دو صاحب قران مایه رفتم و فال امام جعفر صادق برام گرفت و رمل و استرلا انداخت و اطمینان داد که پسر خواهم زایید و صدر اعظم ایران میشه خاک بر سر چون تو پدری که اگه من به فکر بچمون نباشم تو هرگز به این فکر را نمیافتی من از همون فالگیر تلس میگرفتم که با دست خودم در پوست شتر قربانی دوختم و به محض اینکه بچه به خشت افتاد به گردنش انداختم و از اون به بعدم هرگز نگذاشتم از گردنش جدا بشه از این گذشته چند کجی سرخم به بازوش بستم تا شیردل باشه تا قذابلو از جونش دور باشه تو احمق برو هزار سال خان و میرزا به دومت ببن ببینم چه شق قمری خواهی کرد و سه نقطه کیو خواهی خورد مگه کسی در این شهر پیدا میشه که ندونه تو پسر یک نفر شاگرداشپز آشکشککی هستی تو از چه میخوای باش و هر سه نقطه میخوای بخور نوش جونت اما من یقین دارم که قمبرم صدر اعظم این مملکت میشه و احتیاجی به این لقبای صد تا به یک بول سیاه هم نداره صدر اعظم میشه و از اونم بالاتر بگو انشالله تا برم اسپند آتیش کنم میرزای بینوا هم سر را به زیر میانداخت وزیر لب میگفت انشالله انشالله هوای منزل یار آب زندگانی ماست سبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم حافظ بخش پنجم اوالم کودکی اکنون ببینیم قنبر علی به مدد مساعی و مجاهدت مادر به چه ترتیب به میدان زندگی قدم نهاد جوانی بود که دست طبیعت او را از محسنات و امتیازات جسمانی و روحانی برخوردار نموده بود و به حکم عقل و تمیز چنان به نظر می رسید که بهتر از او را آزاد گذاشته انان سرنوشت را به دست خودش بسپارند از این رو تا سن هفت سالگی برهنه و اور و مطلق انان در محله ای که منزلشم در شهر شیراز در آنجا بود با رفقای همسن خود به بازی و شیطنت سرگرم بود و آقا سری نداشت طولی نکشید که بلای جان بقال و عطار و دکاندار محله گردید با مهارت و تردستی که شباهت به چشم بندی داشت جیب و بغل را از خرما و خیار بقال و حتی از گوشت و دنبه قصاب پر و آکنده می ساخت تا چشم به هم می زدی ناپدید میگشت. آمدیم و مچش را می گرفتند و مایحتوای جیب و بغلش را که دوم خروس بود و شاهد صادق و انکار ناپذیر نابکاری او بود خالی میکردند. اما از ترس مادرش بی, جان که به سائقه قذب و فریاد و فقانش دیوارهای محله را مکرر لرزانده بود که جرأت داشت که به قنبرعلی گوشمالی به سزایی بدهد همینقدر بود که آنچه دشنام و ناسزا به زبانشان می آمد به جد و آبا و پدر و مادرش می دادند و تجاوز از این حدود را با حزم و احتیاط سازگار نمی دانستند. ولی اگر پای بیبی خانم به میان می آمد که شیر جیان حریفش نمی شد به محض اینکه فرزند دلبندش با چشم گریان خود را در بغل او میانداخت و در حالی که با انگشت به تنقیه منجلاب دماغ مشغول بود با آه و بسیار مصیبت وارده را به عرض مادر میرسانید هنوز نام مقصر به گوش بیبی بی خانم نرسیده بود که بیدرنگ چادر به سر میکشید و در حالی که صدای نفرین و تهدیدش بلند بود مانند بمبی که بتر کرد و توپی که منفجر گردد خود را به کوچه میانداخت فریادش بلند بود که ای مردم چه نشستین که دارم بچم رو روز روشن میکشم بچههامون رو به خاک و خون میکشم وای وای به محض صدای بیبی خانم به گوش زنهای محله که صدایش را در نهایت خوبی میشناختند میرسید به حکم مناسبات باطنی سلحشوری که ما بین او و اعوان و انصارش موجود بود هر فرا می رسیدند و به دنبالش راه می افتادند و چنان قوقایی به راه می افتاد که گویی دجال به راه افتاده است هر لحظه به تعداد این سپاه دهشت زامی افسود و تا چشم به هم می زدی می رسیدند جلو دکان بیچارهی که نسبت به قمبر مرتکب فاهشترین جنایت ها شده بود یعنی کشیده ای به صورت او زده بود سعی داشت که قضیه را برای این سیل مهاجم حکایت نماید ولی گوش شنوا کجا بود اگر توپ در میکردند احدی نمیشنید و از همه بدتر زنها به رسم تلافی به چپاول و قارت اموالش مشغول میشدند و رجاله نیست که همواره در انتظار آب آلوده برای گرفتن ماهی است به آنها میپیوست طولی نمیکشید که افراد پلیس فرار میکردند و جنگ مغلوبه میشد و کار شتم و ضرب بالا می گرفت و محشری به پا می گردید که مسلمان نشنود کافر نبیند دکاندار در مقابل چنین معرکه و قوقایی شکر خدا را به جا می آورد که در آن گیرودار خونش به خاک نریخته و گوشش بزرگترین تکه وجود مسله شده اش نگردیده است راضی بود که چون گناه اختلال و برهم زدن نظم و امنیت شهر را به گردن او مینهادند جریمه ای بپردازد و گریبانش را از چنگ این سلیته های پرخاشگر رها سازد رفت رفت روزی فرا رسید که بیبی خانم فرزند بازیگوش خود را از بازی های تفلان باز داشته شلواری به پای او کرد و کلجه به او پوشانید و کمربندی به دور کمرش پیچید و کلاهی به سرش نهاد و او را به مکتب یا به قول شیرازی ها به کتاب فرستاد همه کس مکتب می رود و غمبرلی نیست به ضروره باید این مرحله را طی نماید قنبرالی چون و چرا را به کنار گذاشته تسلیم اراده مادر گردید بیبیجان جان او را به مکتب آخوند ملا صالح برد که در همان نزدیکی منزلشان بین دکان قصابی و دکان خیاطی در دکانی بوده ده پانزده پسر و دختر خورد سال در آن فضای تنگ و تاریک مانند یک مشت گردو که در کیسه تپانده باشند در آن دکان زانو به زمین زده به هم چپیده بودند آخوند مکتبی خواندن و نوشتن را به این یک مشت بچه می آموخت و صدای الف الف آ به الف بای این خیلی خورد سالان در و همسایه را کر و خسته می ساخ. چه خوش سپیده دمی باشد که بینم باز رسیده بر سر الله و اکبر شیراز سعدی بخش ششم عنفوان جوانی قنبر علی مدت زیادی در مکتب ملا صالح نماند و علتش هم این بود که آخوند پیش از آن که به تدریس و تعلیم بپردازد شغلش چارپاداری بود و از بس با چوب و شلاق به پشت و کفل قاطر و مادیان زده بود دستش به زدن عادت کرده بود و به کمترین شیطنت و بازیگوشی اطفال به جان آنها میافتاد و چوب و فلکه را به میان می آورده و قصاوت را شرط کار می و سخن اولیاء اطفال را که به او گفته بودند گوشت و پوست بچه از تو استخانش از ما دستور کار قرار میداد و به جای اینکه آنها را با سواد بسازد ناخونهایشان را به ضرب چوب و ترکه از گوشت جدا می ساخت قنبرالی که از این خان نعمت نصیب شایانی داشت گریه کنن شکایت به مادرش برد بی, بی جان چادر و چاپچور کرد و مانند عجل معلق خود را به مکتب خانه آخند رسانید و به رسم معهود هر چه بر زبانش جاری گردید به ناف جناب آخوند بست و سه شاهی ماهیانه ای را که به او مقروز بود چون توف لعنت بر سر و صورت او پرتاب کرد و دست نور چشمی را گرفته از دکان بیرون آورد او را از جا یک راست به دکان ملا یوسف مکتبدار برد و به او سپرد قنبر علی شش ماه هم در نزد ملا یوسف الف را به جان با و دال را به گردن قاف انداخت ولی چون پس از آن مدت ملا یوسف امامه را برداشته کلاه پوستی بر سر نهاده و دکان عطاری باز کرد شاگردانش بی معلم و مکتب آواره کوچه ها و پس کوچه ها گردیدند سومین معلم غمبرلی یک تفنگدار سابق بود و در نزد حاکم سابق خدمت میکرد. و چون از قرار معلوم به حکم شاه سر حاکم را از تن جدا کرده بودند توفنگ هم به جای توفنگ و بارود با قلم و دوات سر و کار پیدا کرده بود ملا یوسف در حق چنین حاکمی بدزبانی می کرد و میگفت: گفت قاضی حاضر نشد که به زور رشوه از گناه و اون بگذره و حق به حقدار رسید این معلم سوم آدم نرم و خلیقی بود و را دوست داشت و کتک نمیزد و مدام از پیشرفت و ترقیات آنها دم میزد و علاوه بر ماهانه ای که میگرفت چون مادر بچه ها از او راضی بودند برایش صد نوع هدیه و چشم روشنی و پیشکش و سوقات می آوردند. روزی نمی گذشت که برایش ترحلوا و شل زرد و نان قندی و نان اصلی و نقل بادام و سوهان و میوه تازه و خشک و از شما چه پنهان گاهی هم یک بغلی عرق دو آتش نیاورند قنبرعلی چون سنین عمرش به شانزده رسید جوانی بود که دوره درس و تعلیماتش به پایان رسیده بود و از عهده خواندن و نوشتن و حساب برمی آمد از آن گذشته مقداری دعا و نوحه از بر کرده بود و می شب شبهای ماه رمضان مناجات کند و از همه اینها گذشته قدری هم عربی و زرب یزرب و یاد گرفته بود و چون صدای دودانگ گرم و دلپسندی هم داشت قزلهایی از سعدی و حافظ را می توانست به آواز بخواند و از اشعار فردوسی هم مقداری از بر کرده بود که در موقع مناسب نقل صحبت خود می ساخت ولی هنوز هم پدر و مادرش را بسیار دوست می داشت و وقت و بی وقت آنها را می بوسید و از آنها قربان و صدقه تحویل می گرفت حالا دیگر سن و سالش به جایی رسیده بود که با شدت هرچه تمامتر آرزوی عیش و نوش و دنیا گردی در تنور وجود جوانش شعله ور شده بود و حاضر بود به هر قیمتی شده مزه جوانی را بچشد تنها ای بکار در آن بود که چون زیاد لوس و نونور و نازک نارنجی و دردانه بار آمده بود ترسو و جبون بوده و مرد زد و خورد نبود و برای هر کاری حاضر بود به شرط آنکه خطر کتک خوردن در آن نباشد و اگر گاهی می گفت سر که نه در راه حبیبان بود بار گرانیز کشیدن به دوش مطلقا زبانی بود و با فکر باطنی و سلیقه واقعی او ربطی نداشت شیرازی و سلطلب بود و با زد و خورد میانه ای نداشت و ای کاش همه مردم دنیا مثل او بودند نعیم خطه شیراز و لعبتان بهشتی زهر دریچه نگه کن که هور بینی و عین سعدی بخش هفتم میخانه و بادگساری با وصف آنچه گذشت معلوم است دیری نپایید که غم بر علی ما مانند جوانان همقطاری که با او در یک زمان وارد صحنه چوگان بازی جوانی و نامجویی شده بودند دارای احوال و اطواری گردید که در هر کشوری از کشورهای دنیا نشانه داشمشتیگری است و چنان که شاید بدانید در خطه اندولس به نام مایوس خوانده می شود این کیفیات اختصاص به جوانانی دارد که در انفوان شباب به هفت وصله لوتیگری دست یافتند و مقام نوچه پهلوانی یافتند و در نزد بابا ماماهای شهر اجازه جلوس دارند و لولهنگشان رفته رفته آبی میگیرد. از غصب سرمعی تنبان گشادی میپوشند و از نمد خاکستری رنگ کلیچه ای یا کپنک مخصوصی که آسینهای بلند دارد بر تن دارند و پیراهن دار سینه چاکی می پوشند که موی سینه از شکافش بیرون می ریزد. کلاه را کجبر سر می نهند و ظلف تابناک را بیرون می و قمه نکتیز دو تیغه ای بر کمر می بندند و در حالی که دست راست را بر دسته چنین سلاحی و در حالی که دست راست را بر دسته چنین سلاحی تکیه می دهند دست دیگرشان با گل سرخ یا سیب سرخی که عطرش کمتر از عطر گل نیست بازی می کنند و در کوچه و بازار سلانه سلانه قدم می زنند و خود را پسر اترخان رشتی می پندارند و چه پوزها که نمی دهند. قم ما با آن چشم شهلای شیرازی و آن گیسوی پرجعد و شکن و آن قد شمشاداسا و قامتی که سرو باغ ارم را به خاطر می آورد و با آن رفتار و حرکات دلفریب و آن نگاه های پرکرشمه که دل را حالی به حالی می کرد در کوچه های شیراز می خرامید و به زبان حال زمین را مخاطب ساخته می گفت ای زمین بر قامت رعنا نگر زیر پای کیستی بالا نگر و با چنین سر و وضعی بر توسن غرور سوار به میخانه ها و شراب فروشی های ارامنه و کلیمیان شهر رفت آمد می همه جا قدمش بالای چشم ها بود و چه تا که به نافش نمی بستند. در چنین جاهایی که ایمان فلک بر باد رفته و مورد تهمتی اگر ملکی با کسانی نشست و برخواست پیدا کرده بود که از مؤمنان و مقدسان شهر به شمار نمی رفتند و در عرف عامه و از و اوباش معروف بودند و با قمه و قداره و شهنه و محتصب بیشتر آشنا بودند تا با منبر و محراب و صبح و بیاز و کتاب دعا چون که میدانید این جماعت با همان سهولتی که گیلاس های عرق دو آتشه را پی در پی در قیف گلو می ریزند نیش کارد بران را نیز بازی کنند بر سینه حریف می نشنند. با شرارت سیغه اخوت بستند و با جنایت انیس و جلیس حجره و گرمابه و گلستانند دوست نشنود و دشمن نبیند میگویند چنین زندگانی مخارجی دارد و باید دید قمرالی مخارج چنین زندگی بیکار و بیار پرماجرایی را از کجا دست و پا می کرد؟ جواب این پرسش و تحقیق در این مشکل مستلزم یک رشته کنج کاویهای های نازکی است که شاید مغروم به صلاح نباشد و همینقدر است که میتوان حدس زده که جوان شیرازی ما در راهی افتاده بود که قهرن می به جایی که دلخواه نیست پایان یابد اما چون که خاطرتان مستحضر است منجمین و فالگیرهای نامدار شهر طالع میبونش را بر تقرای خوش اقبالی رقم زده بودند از غذا پیشگویی های آنها را دست به همانداز روزگار به حقیقت و ثواب مقرون گردانید بدین معنی که بخت به سراغ قنبرلی آمد و خط سیر آب خورش را به صورت دیگری روشن ساخت تفصیل این سرگذشت آنکه شبی از شبهای ماه مبارک شعبان که قرص ماه شب چهارده فضای شهر شیراز خفته را چون آینه بخت مقبلان روشن ساخته بود و شیرازی های مؤمن پس از نماز اشاب و تعقیبات معمولی از مساجد و تکایا به منزل خود رفته بودند غم بدلی را میبینیم که خرامان وارد یکی از میخانه هایی که در جوار مزار خاج حافظ واقع بود گردید میخانه و پیاله فروشی محل ایش و نوش خرابات و خراباتیان مرکز معصیت و بدنامی و رسوایی بود کسانی که در آن وقت در گوشه و کنار نشسته و سرگرم بادگساری بودند عبارت بودند اولا از دو نفر کرد با همون لباسهای کردی و قیافه سهمناک و یک آخوند مندیل به سر از همون آخوند نماهایی که از راه محلل واقع شدن در رسانیدن زنان یائسه و زنان پا به گذشته این کاره به جوانان عذب و قریبان بیکس و کار رزقشان را از طریق اجرای سیغه نکاه انقطاعی در می آورند و در ازای دوسه سه صاحب قران دو روزه و یا دو ساعت آب کدر و بیتهمی به تشتگان سلسویل ایش و کامرانی می رسانند. از این دو نفر کرد و یک آخون گذشته چهار نفر قاطرچی ناهنجار و ناهموار هم که اعتنایی به آن دو کرد و آن آخوند نداشتند از میهمانان پروپا قرص میخانه بودند. یک تن توبچی گردن کلفت خراسانی هم که ارز طولش به یک میزان بود در گوشه ای به تنهایی لنگر انداخته بود. یک نفر دیگر هم در اطراف میپلکید و همه میشناختند که او در دارالحکومه سمت پیش خدمتی دارد و گاهی برای رساندن دو و خمره سر خر را کج کرده خود را به دکه شراب فروشی می انداز زد. از قمرالی گذشته دو جوان دیگر نیز با لطف و دلفریبی و همان کیفیات و عوالمی که می دانید در گوشه ای برای خود بزمی مهیا ساخته بودند. ارمنی شراب فروش کمر خدمت بسته و با همان لحظه کذایی ارمنی ها خود را دعوت می کرد. که بر روی پوست گاوی که به دست خود به زمین انداخته بود بنشینند بفرمایید بفرماییدش با همون لحجه کشتر ارمنی بلند بود و کاملا به آداب و رسوم پذیرایی عمل می کرد سینی های عرق و آجیل و بادام شور و تخمه هندوانه و میگوی کذایی که بر شدت اتش مبلغی می و بشخاب های نان لواش و پنیر پرچک و ترشی های علیه السلام و سیخ های کباب سماغدار و دنبلان بریان تنوری که برگ و سبزیجات معطر زینت افزای آنها بود مدام در گردش بود و بغلی های چنانی عرق که مخصوصا طوری ساخته شده که بتوان محرمانه و پنهان از چشم اغیار در بغل جاداد دست به دست میرفت و عیش و نوش را هر چند کامل بود کاملتر می ساخت آواز نوش نوش از هر گوش بلند و روح و ریحان و جان و روان بود بر سر تربت سعدی به طلب مهر گیارا سعدی بخش هشتم ظهور جنس لطیف دو ساعت تمام هزار به بانگ نوشانوش نوشیدند و بقلی ها و بشقاب ها را خالی کردند و به یکدیگر تعارف تحویل دادند و به سیبیل مردانه همدیگر قسم خوردند و از صفا و وفا سخن راندند چون ماه رفته رفته از وسط آسمان به جانب مغرب ره سپار و هوا تاریک می شد شراب فروش ها را روشن ساخت و از نو بازار عرق و مزه را از کسادی بیرون آورد کباب و بادام شور و میگو به دور افتاد و باز بغلی های عرق که در حقیقت شم و چراغ هجله دختران تاک است مجلس را رونق تازه ای بخشید آن وقت بود که سرها گرم شد و بیگانگی ها از میان برخاست و پرده های رو در بایستی به عقب رفته رازها و نیازها اوریان و بیپروا بنای جلوگری را نهادند که مندیل به سر چرت یکی دو تن از میهمانان کرد را که به زبان کردی و صدایی که به نفیر و نافور بیشتر شباهت داشت تا به صدای آدمیزاد دست به زیر چانه نهاده آواز کردی میخوان دریده گفت ای آقایان ازام و سر فقام فخام چون امروز طالع یار و بخت مددکار است و چشم من فقیر حقیر دعاگوی سراپا تقصیر را به زیارت عالی جنابان زی فخامتی چون سروران زبل عز و احترام روشن و منور ساخته است به رسم سپاس گذاری از بخت و طالع آرزومندم مطلبی را که معروض خدمت حضار عزیز میدارم به سمع قبول بپذیرند و ملت عظیم بر جان نسار و خادم حلقه به گوش خود بنهند یک نفر از قاترچی ها که هنوز به کلی پاتیل نشده و اندک هراسی برایش باقی مانده بود در حالی که کلش از زور گیجی و مستی حرکاتی دوارمانند داشت در جواب مولانا با همان لحن و لحظه مشتیگری و لوتیگری که در لابلای هر کلمه آن صفا و ادب موج میزند گفت ما نوکر و نمک پرورده سرکاریم و به سیبیل مرد قسم در این ولایت غربت جز سرکار غمخواری نداریم و بدون برو برگرد و چون و چرا هر امری بفرمایید چشم بسته اطاعت میکنیم آخوندک سر تا پا خنده و بشاشت گردید و گفت خداوند سایه بلند پایه شما را از سر ما کم و کوتاه نگرداند ما خادم شریعت هستیم و جز خیر و صلاح برادران دینی چیزی نمیخواهیم اینجا دختر جوانی را میشناسم که واقعا تعریفی و از هر حیث تمام است دلش میخواهد با یک آدم حسابی عروسی کند و به او قول دادم که در خدمت گذاری فرو گذار نباشم و شوهر مناسبی برایش پیدا کنم من با شما نان و نمک خورده ام و چیزی پنهان ندارم در عالم یک جهتی باید بی پرده و رک و راست مطلب را به میان بگذارم این دختر از حیث حسن و جمال بی همتاست و به ماه و خورشید میگوید تو در نیا که من در می آیم در ترین ستاری آسمان در قبال الماس چشمانش حکم ریگ بیابان را دارد قد و قامت نگو سر و خرامان بگو اما از آن خال زیر چشمش که شاعر در حقش گفته به دنبال چشمش یکی خال بود که چشم جهانش به دنبال بود از همان خالهایی است که به سمرقند و بخارا می بلکه بیشتر کف پایش به نرمی سینه کبوتر و به سفیدی آج است و به زمین می بالد و وقتی به خاک میرسد خاک از شادی و نشاد صد بوسه گرم بر هر نقطه اش می دهد عجبا که این همه مدح و سنا هیچ تأثیری در وجود حضار ننمود و حتی یک نفر از لوتی های داشمشتی چنان که پنداری ابدا سخنان او را نشنیده است دستش را به زیر بناگوش برد و به صدای آهنگداری بنای آوازخانی گذاشت و غلط قلود این ابیات را خواند از بس که چشم مست در این شهر دیده حقا که می نمی خورم اکنون سرخوشم شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزی میس ورنه خریدار هر ششم شیراز معدن لب لعل است و کان حسن من جوهری مفلسم از آن رو مشوشم و چون به اینجا رسید باز گیلاس عرق را لاجرعه در گلو ریخت و به خواندن تصنیفی پرداخت که در آن اوقات در شهر شیراز شیوع هرچه تمام یافته بود و از کوچک و بزرگ در کوچه ها و پس کوچه های شهر می که اومدم در خونتون اومدم در خونتون با توفنگ دوشم با توفنگ دوشم پدر قرام ساقت پدر قرام ساقت در قیزت تو گوشم آخ گوشم آخ گوشم و چون به برگرد تصنیف می رسید مانند فرماندهان گروه مزغونچیان نظامی با دست اشاراتی می کرد و دیگران هم با صداهای میالود و نکره با او هم آواز شده به صدای بلند می گفتن آخ گوشم آخ گوشم به نیک مردان یارب که دست فعل بدان ببند بر همه عالم خصوص بر شیراز بخش نهم توبه گرگ مرگ است وقتی آخوندک سمج دست بردار و ولکن معامله نبود و بدون آنکه اعتنایی به حرفهای اطرافیان داشته باشد چنانکه که گویی آنها را وجود کل معدومی انگارد با صدایی که لحن نوه و روزخانی داشت و محلی برای بیانات رفقا و آوازخانی آنها باقی نمیگذاشت دنبالی مدداهی را گرفته گفت آقایون ازام و سروران فخام بدانی دانی آگاه و که چنین زنی که هرچه در وسوش بگویم کم گفتم و از آفتاب و مهداب گروه می برد به بطول از راق زمگه از حیث حسن و به جاهد مثل و مانند ندارد چه تابوس مینو سرا پا نگار سهی سر و شاور دلیم و ببار مونگو خرمن موشک بگو تا به زیر زانو در اینجا آخوندک دست را به زیر زانوی خود برد از آب و رنگش چه بگویم سبزه تمام ایار از و خود شما که الحمدلله همه اهل فهم و فضل و کمالید خوب میدانید که بزرگان گفته اند سفید یک دست صد تومان و سرخ و سفید دیویست تومانه همین که رسیده به سبزه هر چی بگی میارزه لب و دهان نگو قنچه شاعر در حقش گفته هر قنچه که گل گشت دگر قنچه نگرد غیر از لب یارم که گهی قنچه گهی گل هزار یک صدا گفتن زیاد ور میزنی بذار عرقمون رو بخوریم و از چند از فکر دنیا با مردم دنیا بیخبر باشیم خدا میدونه چه نجاستی رو میخوای بریشمون ببندی ما گل امام به سرار زیاد خوردیم دیگه با این تنابا به چاه مندیل به سرا نمیریم ولی بیچاره جنس آخوند را درست نمیشناختند مگر از رو میرفت گفت تجربه که زیانی نداره خدا و پیغمبر امام رو گواه گرفت که زلیخا به قوزک پایش نمیرسد و ماه تابان است و پس از آن که لغمه جانانه ای در دهان گذاشت و فرو برد گفت گوش بدهید و ببینید شاعر در حقش چه ساخته است شاعر که دروغ نمیگوید و باز با حرکات سر و دست و امامه شروع به خواندن این ابیات کرد گفتمش گل روخش دمید که من گفتمش قنچه لبگذید که من گفتمش کیست بنده قد تو سر و از باخ سر کشید که من گفتمش ابروی تو را که غلام قامت ماه نو خمید که من گفتمش کیست بهتر از خورشید پرده از روی خود کشید که من خواندنش را قطع کردم که داری هزیان میگویی و که من که من در ورده ای چرا نمیگذاری بفهمیم چه میکنیم علاقه به این خوبی را در کاممان زهر مار میکنی اما آخونده کسی نبود که گوش شنوا داشته باشد بر نردبان سماجت بالا میرفت و پله به پله تا به پله آخر نرسد دست بردار نبود گفت نوش جانتان باد گوش درانتان رانتان باشد گوش بدهید ببینید این دختر چگونه دختری است و دنبالی ابیات را گرفته گفت گفتمش در هوای تو چه پرد مرغ هوش از سرم پرید که من گفتمش بوی زلف تو که دهد باد از بوستان وزید که من گفتمش کیست تا به خون قلتد اشک بر چهره ام دوید که من همین که صحبت بخون به گوش میخاران رسید یک نفر از قاطرچی ها که طاقتش تاق شده بود دست به قمه برد و گفت به تیغ دو شقه حضرت امیر اگر خفقون نگیری با همین قمه کله کچل بی تو می شافم آخونده که خود و ساکت شد و از تا آقای فرالله آبداری تحویل داد و باز یک لغبه ای که امامه کوچکی را به خاطر می آورد. در قیف گلو تپانید و با حزم و احتیاط که حزم و احتیاط موش را در مقابل گربه ناخاری به خاطر می آورد با لبخندی لوس و پر از تملق و چاپلوسی گفت خون من قابل نیست که تیغ چون شما و کسی رو خونالود بکنه اما در باری حسن جمال این دختر تا فردا بگم باز هزار گفتنی باقی میمونه حالا گوش بدید تا از مزایای دیگرش برای شما بگم این سر خرامان و این گوهر شبچراغ و چنین خاتون بالغه و صالحه و عاقله و کامله در پشت همین بازار مسکرها خونه ای داره که در بست و ششتانگ از پدر به اون به ارث رسیده خونه ی دنجی مطابق دلخواه با سه اتاق و نه قطعه فرش نیمدار و پنج یختان پر از رخت و اسباب از اینا گذشته بالغ بر هشتاد تومان پول نقد هم برات حواله در دست داره که به شنیدن این فصل اخیر گوش ها همه تیز شد یکی از دوتی ها به صدا در گفت خب بگو اگه واقعا شوهر میخواد از من بهتر کی؟ سرکار خودتون من خوب میشناسید من مردم و حرف مرد یکیه و دوتا نمیشه من خواهان این زنم گلون پیش اون سخت گیر کرده و به مرتزا علیگه اگه به وسالش نرسم با همین قمه که میبینی قمهش را از قلاف بیرون کشید سرم رو از تنم جدا میکنم حزار همه بنای از سخورالا از گفتن را نهادند لوتی هم سلاحش را در قلاف کرد و بی مقدمه های های بنای گریستن را گذاشت و حالا بگری و کی نگریه و ضمنا برای اینکه به اثبات برساند که به قایت عاشق و بیقرار و بیتاب و توان است از نو قمه را از قلاف بیرون کشید و اگر ارمنی شراب فروش مچش را نچسبیده بود فرقش را تا به میان شکافته بود آنگاه هزار آخوندک را مخاطب ساخته گفتند جناب هنر می جمله بگفتی اما از ایباش چیزی به زبون نیوردی در دنیا بی عیب تنها خداست و خودت اهل علم و فهمی و میدونی که الاکرام و الاتمامه معلوم است که این جمله را چنان که در میان این جماعت معمول و مرسوم است مغلوط و شکسته و بسته بر زبان جاری ساختند ولی کدام ایرانی شیر پاک خورده است که به درستی مقصودشان را نفهمد و سر در نیاورد بله سرکار عالی خودتون خوب میدونید که در این دنیا هیچ روشنی بیتاریکی و هیچ گلی بی نمیشه لازمه که معایب این زن رو هم پوز کنده رو اون بگی آخونده که پرخاش کنن گفت این چه فرمایشیه این حرف ها کدومه سایه کجا خار چه معنی داره خدا سایه شما رو از سر دعاگو کم و کوتاه نکنه این عفیفه چراغی بیسایه، گلی بی خار، همه عطر و جمال دل فروز و روشنایی جانسوز آیا فکر و ثروت و دارایی رو باید عیب شمرد مگر گناه که چنین شاخه نباتی دارای خونه و زندگی و سر و سامونم باشه آیا اسمت و عفت چنین زنی رو که خورشید سرش رو بی مقنعه ندیده میشه مورد شک و تردید قرار داد ما در این باب دلایل و قراینی حاضر و موجه داریم که برو برگرد و لا امن بر نمی داره وانگهی من سند محکمی در دست دارم که هر وقت بخواید میتونم ارائه بدم همه یک صدا پرسیدند چه سندیه؟ گفت تو به نامه همین امروز صبح در محضر شرع انور تحریر یافته و به امضای مجتهد جامع و شرایط رسیده این سخنان آخوندک چنان هیجانی در میان جماعت برانگیخت که گفتنی نیست در یک چشم به هم زدن لوتی عاشق پیشه و دلخسته و بیقرار به سرعت برق باز قمه را از قلاف بیرون کشید و چنان بر فرقش نواخت که خون مانند فواره روان گردید همه در هم افتاده و قشقره بالا گرفت در همان حیز و بیز آخوند هم توبه نامه کذایی را از لای امامه پیچاپیچ بیرون آورده با تشریفات هر چه تمامتر به حضار ارائه داد و با صدای یک نواخت چنان که گفتی روی قبری قرآن تلاوت می کند بنای خواندن آن را گذاشت لابد خاطر آتر شریفتان از کیفیت و ماهیت این نوع توبنامه ها است خلاصه قضیه آنکه چون رفتار و کردار زنی از زنان محل به درجه رسوایی و افتضاح بکشد به طوری که مایه لعن و نفرین در و همسایه و موجب شماتت و شکایت مؤمنین و مقدسین محل گردد شهنه تبهکاری که خرما را بر خدا مقدم می دارد و مفتی و قاضی گمراه و از خدا بیخبری که مایه شرمندگی علمای واقعی و مورد لعن و تعن آن جماعت است اولی به حکم انجام وظیفه و حفظ نظم و امنیت و دومی به اسم امر به معروف و نهی از منکر دخالت در امر را بر خود واجب می شمارند. و به بهانه آنکه چنین زن گمراهی محتاج به دلالت و هدایت است او را زیر لوای حمایت خاص خود قرار می دهند و چه بسا از این ره ممر معاشی هم کلان یا باریک برای خود دست و پا می کنند و سرانجام وقتی که کار به جاهای نازک می رسد بر طبق قواعد شرع مبین و با حضور شهود عدول زن را توبه میدهند و ان الله یحب تواوین در گوشش میخانند و از درگاه خداوند برایش طلب اف و بخشایش میکنند و تنها شرطی که برای این کار به میان میکشند این است که زن باید شوهر کند و دیگر از جاده افت و اسمت و دینداری و خداپرستی قدم بیرون ننهد وقتی چون این زنی توبه کرد و داخل جرگه قائنات تائبات گردید و در جاده پارسایی افتاد و با توبه و انابت خود را شستشو داد و نامش سفید گردید و در زمره مؤمنات داخل شد دیگر به حکم اتائب و منزن به کمن لازن و بله لح بر اهدی جایز نیست که او را مورد اهانت و بدگمانی قرار بدهد الخبیسات الخبیسون در حقش بگوید اگر طالعش یار باشد و برای خود بتواند شوهری دست و پا کند و از مرحله عقدهای انقطاع و سیغه و متعه ارتقا یافته به مقام عقد دائمی برسد و شرع و عرف از دو حرام دو حلال به وجود آورند خاتون محترمه و زوجه عفیفه میگردد که دیگر قبار تهمت بر دامن اسمتش نمی نشیند و به حکم طیبات لطیبین هر مرد پاک دامن و با خدایی می تواند او را به همسری و همخوابگی خود اختیار نماید تا با یکدیگر طریق عافیت و مغفرت بسپرند و فرزندان خلف و خداشناس تربیت نمایند